کمپرسورهای های اینورتر برق ورودیشون دی سی هست و یا ای سی و تفاوتشون با کمپرسورهای های معمولی کولر گازی چی هستش تو این جلسه از آموزش میخوایم در مورد این مپس که فوق العاده مهمی هست میخوایم مطالب مهمی خدمتون توضیح بدیم ولی قبلش خدمتون عرض بکنم که مطالبی از کمپرسورهای اینورتر، کمپرسورهای پیستونی و کمپرسورهای معمولی روتاری و یا پیستونی در کولر گازی رو به صورت کامل در دوره کولر گازی براتون آموزش رو گذاشتیم خب بریم سراغ کمپرسورهای اینورتر دلیل اول اینکه توی بازار به کمپرسورهای اینورتر کمپرسور دی سی میگن به خاطر این هستش که دلیلی که باعث میشه این هستش که به دلیل اجرای سیمپیچی داخل استاتور که شبیه الکتروموتورهای دیسی بی ال دی و یا الکتروموتورهای بدون جاربک که معروف هستند. این کمپرسورها شبیه الکتروموتورهای دی سی بدون جاروبک سیمپیچی میشن دلیل اولی هستش که توی بازار به کمپرسورهای اینورتر کمپرسورهای دی سی هم میگن دلیل دوم به دلیل نسش که به خاطر برق سفاز ورودی متناوب که به این کمپرسورهای های اینورتر ما میدیم به جهت اینکه بتونیم کنترل و مدیریت بهتری در جهت چرخش روتور این کمپرسور را بخوایم انجام بدیم باید برق ورودی و ولتاژ ورودی به این کمپرسورها ها دارای ریپل و نفسان کمتری باشه به خاطر همین تغذیه ترمینال این کمپرسورها ها که از برد اینورتر کولر گازی در پنل بیرونی تغذیه میشه دارای ریپل و نوسان کمتری هست به خاطر همین چون به برق دی سی نزدیک می شود خیلی از عزیزان فکر کنند که برق ورودی این کمپرسورها ها دی سی هست پس نتیجه گیری نهایی برق ورودی به کمپرسورهای های این وته برق متناوب و از نوع استفاز هست و به دلیل اینکه ساختار سیمپیچی این کمپرسور ها شبیه, کمپرس... شبیه به الکتروموتورهای های دی سی بدون جاربک است و ولتاژ ورودی آنها داره نوسان کمتر می باشد در بازار به این کمپرسورها ها کمپرسور های دی سی نامگذاری می شود در صورتی که برق ورودی به این کمپرسورها برق متناوب سفاز است مطالب کامل از کمپرسور های روتاری کمپرسور های اینورتر و پیستونی و اسکرول و اسکرول رو در دوره تعمیرات و نصب کولر گازی که در اسلاید بعدی ملاحظه میفهمید به طور کامل خدمت عزیزان آموزش دادیم ممنون از حمایت و تماشای شما از این ویدیو